کل لباسه کمدت دیدیم دیگه، چرا آخه؟ کی گرفتی؟ بکی گرفته؟ و نفرید گرفتی؟ نه چرا و نفرید؟ توی جا کار دارم جان... بچه های تو خونه همین امروز میرین یه نقاشی خوشگل میکشین برای مامانتون، میدین به مامان، بوسش میکنین، روز مادر مبارک. خدایی قبول دارین؟ هم استیلش فروشه، هم لباسای خفن میپوشه، خیلی خدایی. اصلا من کراش زدم داشت رل، نه مایل به رل، نه به هیچ عنوان، رل کوچولو چی گلم میخرم برام. خیلی خفم بود خدایی. این یکم همچین سوسماسی بود آجی، اجازه بدین که این رو هم نپذیرم. نه خدایی، ولی باحال بود. ولی اگر واقعا یه همچین رفیقی دار، من هر وقت خوردی میزن این پلاستیک یه رو به ما خندیده پلاستیکی. من که والا نداشتم همچین رفیقی که مثلا بخواد هوای من رو داشته باشه. ما چوب وفاداری را خوردیم، هرچی وفادارتر باشی تنها تر میشوی. اینجا دوره گرگ هاست. روزای رنگی، روزایی که رنگ نارنجی داشته باشن، سبز کمرنگ داشته باشن، آبی داشته باشن، یه همچین رنگایی توی زندگی هممون بیاد. از تو یک سوال دارم اک، در دنیا سرکی میتونیم اعتماد کنیم، سرکی میتونیم اعتماد نکنیم؟ برات میگم جد بکیم تیم اعتماد کنیم؟ پارت خدا میگیریم آره؟ آه میگیریم، پارت خدا سره هیچ کسا اعتماد نکنم. این یکم همچین سوسماسی بود آجی، اجازه بدین که این رو هم نپذیرم. نه خدایی، ولی باحال بود. ولی خب حالا دور از مسخره بازی بچه بود، واقعا همینه ها، یعنی به هر کسی آدم اعتماد کنه قطعا شکست میخوره، بجز خانواده، بجز البته. چرا تو خانواده هم اعتماد کنی شکست میخوره؟ اعتماد نکنید کلا. آدما تنها کسیو که دارن تو کل دنیا فقط خودشونن، یعنی هیچ کس دیگه ای برای پرواز کردن تو بهت بال نمیده، واقعا همینه. چقدر غمگینه این ویدیو. خیلی غمگین بود بچه‌ها، و واقعا هم همینه ها، خیلی غمگین بود. من اصلا دپ شدم همچین بچه. امیدوارم که واقعا یعنی همه مشکلات افغانستان حل بشه، امیدوارم از این تیرگی در بیاد. البته ایران خودمونم همچین چی میگن به اصطلاح گل بلبل نیست، خودمونم خیلی مشکل داریم، ولی خب خیلی مردمشون دارن سختی میکشن، خیلی خیلی سخته بچه‌ها. فکرشو بکنید آبجی من، آبجی شماها، داداش من، داداش شما کشته میشه جلوی روتون و هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. امیدوارم واقعا از صمیم قلبم دعا میکنم که رو به بهبود کشورشون جلو بره. از شما هم خواهش میکنم که این دعا رو انجام بدید بچه‌ها. چیز دیگه ای که داخل ویدیو میشد فهمید اینه که خیلی ها کشته شدن، خیلی ها خونشون رو دادن، جونشون رو دادن تا پرچمشون به اهتزاز در بیاد، پرچم کشورشون. بچه‌ها بهتون قول میدم، من مطمئنم که جواب این ظلما یه روزی داده میشه. یکی هست که داره همه اینا رو نگاه میکنه، شاید سازمان ملل پشتش رو بکنه، شاید خیلی از کشورها پشت کرده باشن، ولی به خدا قسم یکی نگاه داره میکنه همه اینا رو. بهتون قول میدم که جواب خونای ریخته شده داده میشه بچه‌ها. فقط و فقط صبر میخواد. ای کاش میزدش، ای کاش یه دونه اینجوری مش میزد تو صورتش و پسره میافتاد. اون کارم میتونستم بکنم، این که برگرده مثلا پسره بیفته یکم همچین خالی بندی بود، ولی خدای اینم باحال بود. واقعا هم همینه بچه ها، یعنی
پیروزی چی میگن به اصطلاح شرق غرب میشه اروپا و اینا دیگه، پیروزی شرق اینه که با هم دیگه متحد بشن. یعنی اگر واقعا کل شرق با هم دیگه متحد بشن، کشورهای مثل اروپا و آمریکا خیلی کارشون سخت‌تر میشه. اتحاد همیشه باعث قطعا پیشرفت و باعث پیروزی میشه دیگه. یه الان میرم یکی رو میارم. کوری مگه زدی به من؟ والا اینی بود از شغال مقالا نمشناشم شیر اگه بود رو خشکوشم. چی شد؟ فهمیدن کتک میخورن؟ در رفتم. میدونین بچه ها چی جالبه؟ اینکه مثلا همیشه نمیان یه سری ویدیوهای خفن درست کنن، همیشه مثلا راجبه اینکه بقیه رو کتک میزنن باشه، یا راجبه این باشه که مثلا ما قویم بقیه بدن، چیزای باحال درست میکنن. مثلا یه بار خودشون اون آدمی میشن که کوچیک شده، یه بار اون آدمی میشن که بزرگ شده. خیلی باحاله. ببینید منظورم چیه. بعد واقعا بار دومو دارم میگم، دیدن ویدیوهاشون حالمو خوب میکنه. نمیدونم چرا یه انرژی مثبت انگار بهم داره میده. ببخشید لالا، امی کوتی سنگی کدوم طرف است؟ اون طرف برو پرسون کو. لالا کوتی سنگی کدوم طرف است؟ خدای باحال ایده هاشون. بچه ها باحال نیست؟ ایده هاشون جدیده. مثلا من تا حالا واقعا نایده بودم توی اینستاگرام فارسی یا تیک تاک فارسی مثلا هم چیزی باشه، مثلا بگی برو اون ور سوال. باحال بود. واقعا همچین رفیقی آرزوه بچه ها. من که نداشتم توی فاکین 21 سال خدا عم گرفتم و همچین رفیقی نداشتم. اگر واقعا یه همچین رفیقی دارم هر وقت خوردی میزن این پلاستیک یه رو به ما خندیده کونده پلاستیکی. من که والا نداشتم همچین رفیقی که مثلا بخواد هوای من رو داشته باشه، بخورم زمین بیاد دستم رو بگیره، یا مثلا خودشم بخوره زمین پیش بقیه. هیچ وقت نداشتم. اگر واقعا یه همچین رفیقی دارین دو دستی بچسبینه، چون مثلا وجود نداره. ما چوب وفاداری را خوردیم. هرچی وفادارتر باشی تنها تر می شوی. اینجا دوره دوره گرگ هاست. مرسی از اینکه ویدیو رو تا آخر دیدین. بچه خدایی خفن بودن، بی‌انصاف نباشین. بهترین ها رو براشون میخوام. امیدوارم که ویدیوهای بیشتری درست کنن، ویدیوهای بیشتری دستم برسه تا برای شما هم بذارم. فکر میکنم شما هم خوشتون اومده باشه. برام بنویسین داخل کامنت ها اگر خوشتون اومد و دوست دارین که مثلا بیشتر پیگیری کنم، دنبال کلیپاشون بگردم، به هم بگین تا براتون همچین ویدیوهای بیشتر آماده کنم. ولی خب قابل ذکر بگم بچه‌ها، مثلا من رفتم داخل به اصطلاح چنلشون، داخل پیجشون، دیدم که بیشتر از 200 تا 170 تا فکر میکنم پست داشتن. ولی خب از همه اون 170 تا پست همشون عالی نبودن. یعنی مثلا داشتن ویدیوهایی که کسل کننده باشه یا مثلا زیاد جالب نباشه. خب این دیگه طبیعیه دیگه، یعنی هر کسی قطعا همه ویدیوهاش که عالی نیست. میخوام بگم که ویدیوها من گلچینشون کردم، ولی خب ویدیوهای تاپشون، ویدیوهای خوبشون خیلی بیشتر از ویدیوهای مثلا بی معنی و بی محتواشون بود. حالا خودتون بگین خدایی کدومشون بهتره، تیک تاکرای ایرانی بالاترن یا تیک تاکرای افغانستانی؟ من که بدون شک امتیاز رو به تیک تاکرای افغانستانی میدم. خدای اصلا انتظار نداشتم که اینقدر استیلای فرش داشته باشن، اینقدر خفن باشن. واقعا انتظار نداشتم. چرا دروغ بگم؟ تا اینجای ویدیو رسیدیم، اینم بهتون بگم بچه‌ها دقت داشته باشین، اگر کسی رو دیدین که مثلا از افغانستان اومده بود، به هیچ عنوان به خودتون این اجازه رو ندین که بهش بگین افغانی. این خیلی زشته، واقعا بیشوریه، خیلی بیادبانه است. یعنی اصلا ظاهر زیبایی نداره که مثلا یه افغانستانی رو دیدیم بهش بگین افغانی. اون افغانی نیست، افغانستانیه. اوکی، این رو فقط گفتم که در جریان باشین، یه وقت مثلا حواستون نبود همچین دهن نپره، چون که طرف مقابلتون حسابی ناراحت میشه. شاید بروتون نیاره ولی حسابی ناراحت میشه. امیدوارم روزای بهتر، اول از همه چرا دروغ، برای کشور خودم و بعدشم برای کشور افغانستان اتفاق بیفته. روزای رنگی، روزایی که رنگ نارنجی داشته باشن، سبز کمرنگ داشته باشن، آبی داشته باشن، یه همچین رنگایی توی زندگی هممون بیاد. امیدوارم که از تا اینجا موندن حسابی لذت برده باشی. امیدوارم که ناراحت نباشی از اینکه 15 دقیقه از وقت تو دادی. پس تا اینجای ویدیو نگاه کردی، بیا جلوتر، میخوام یه رازی رو بهت بگم. میخواستم بهت بگم که مواظب خودت خیلی باش. چا بهتون قول میدم اگر یکی رو دیدین که ازش قوی ترین علاوه زور و
چه میدونم یه نفر رو دیدین وضعیت مالی شما بهتر بود، پوز پولتون رو بدین بهش. به خدا قسم زمین گرده ها، یه نفر پیدا میشه خودتون رو کتک میزنه، یه نفر پیدا میشه شما رو